بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام حضور شما همراهان عزیز و ارجمند. با خبرهای امروز همراه شما هستیم. دیبورا لاینز نماینده دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان در نشست اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفت که از خطرهای جدی بحران بشری در افغانستان جلوگیری شده، اما قدمهای برداشته شده در کوتاه مدت مؤثر بوده و نمیتواند جلو این بحران را به گونه اساسی بگیرد. و گفته او بدون تعامل با مقامهای کنونی افغانستان آنان نمیتوانند کمکهای بشری را به مردم در این کشور فراهم سازند. خانم لاینز تاکید کرده است که شاید موضوع تعامل با مقامهای کنونی افغانستان برای بعضی ها دشوار باشد، اما این کار ضروری است. نماینده آمریکا در این نشست گفت که این مسئولیت امارت اسلامی است که شرایط را برای ثبات اقتصادی فراهم سازد. او گفت ما می خواهیم که فعالیت بانک های افغانستان به حالت عادی برگردند و زمینه سازی این کار مسئولیت امارت اسلامی است. وی همچنان خواستار احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان و آزادی بیان در افغانستان شد. اما نماینده دائمی چین در این نشست خواستار برداشته شدن تحریم ها بر افغانستان شده و از تصمیم جو بایدن در مورد ذخایر ارزی افغانستان انتقاد کرد. نماینده بریتانیا در سازمان ملل گفت که جامعه جهانی از عملکردهای انتقام جویانه در برابر نیروهای امنیتی و مقامات حکومت پیشین و نقض حقوق اقلیت‌ها و بازداشت اعضای جامعه مدنی نگران است. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل در نشست شورای امنیت این سازمان که در مورد افغانستان برگزار شده بود گفته که امارت اسلامی افغانستان موفق به تشکیل حکومت فراگیر و عملی کردن تعهدش در برابر جامعه جهانی نشده است. او تلاشی خانه به خانه را نقض حقوق اسلامی و بین المللی خوانده است. زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نشست شورای امنیت درباره افغانستان گفت دارایی‌های مسدود شده افغانستان متعلق به مردم افغانستان است و آزاد کردن این دارایی‌ها که برای احیای اقتصاد افغانستان و نجات جان مردم حیاتی است نباید به هیچ وجه سیاسی و مشروط شود. ملا عبدالغنی برادر معاون نخست رئیس الوزراء در نشست ملی سکتور خصوصی در کابل گفت که همکنون امنیت سرتاسری در کشور تأمین گردیده است و زمینه تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان به گونه بی پیشینه مساعد شده است. ملا برادر گفت که آنان تلاش دارند تا تسهیلات بیشتر در عرصه صنعت، تجارت و سرمایه گذاری فراهم سازند. وی از تاجران و سرمایه گذاران خواست که در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. معاون نخست رئیس الوزراء در خصوص تلاشی های خانه به خانه در برخی شهرها از جمله کابل هم گفت این کار برای تأمین امنیت شهروندان است و شهروندان باید در این مورد با نیروهای امنیتی همکاری کنند. وی همچنین از جامعه جهانی خواستار برداشته شدن تحریم های اقتصادی بر افغانستان شد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء از کسانی که در کشورهای دیگر در کمپ‌ها زندگی می‌کنند خواست به کشور برگردند و گفت امارت اسلامی به عفو عمومی پایبند می‌باشد. ما گفتیم که هر کس با ما ظلم کرده است عفو است، هر کس ما را کشته است از طرف ما عفو است. بیاین همه هیچ یک افغان در کمپ‌های دیگر خواب نکند. کسایی که اونها را ترسانده است نترسین، بیاین. ما نمیگیم که شما در وطن خود حق ندارید. میگیم که بیاین، افغانستان خانه همه افغان هاست. دیگر ما در انتقام گذشته نیستیم. بیاین با هم افغانستان را بسازیم. بر اساس یک خبر دیگر، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از مردم خواسته است که سلاح و وسایط دولتی و دیگر اجناس غیرقانونی را به خاطر تسریع روند تفتیش به نیروهای آنها بسپارند. این خواسته آقای مجاهد در حالی مطرح شده که از چند روز بدین سو نیروهای طالبان در نقاط مختلف شهر کابل و ولایات شمالی خانه های مردم را تلاشی می کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در هشتمین روز حمله نظامی این کشور به اوکراین گفت که مسکو نمیتواند اجازه دهد که تهدید حمله مستقیم از خاک اوکراین نشأت بگیرد.
و در گفتگو با خبرنگاران متذکر شد که بحران حل خواهد شد چون خواسته های روسیه حداقل است. وزیر خارجه روسیه خاطر نشان کرد واضح است که جنگ سوم جهانی اتمی خواهد بود، اما این فکر تنها در سر غرب، ناتو و آمریکا است، نه در فکر روسیه. لاوروف از اقدام کشورش علیه اوکراین دفاع کرد و گفت روسیه قبلاً به اقدامات تهاجمی ناتو و گسترش ائتلاف هشدار داده بود. قیمت نفت در معاملات امروز بازار جهانی تحت تأثیر نگرانی‌ها نسبت به اختلالات تجاری و کشتیرانی ناشی از تحریم‌های غرب علیه روسیه و روند افزایشی خود ادامه داد و به بیش از 118 دلار در هر بشکه صعود کرد. بهای معاملات نفت برنت تا مرز 118 دلار و 22 سنت در هر بشکه صعود کرد که بالاترین قیمت از فوریه سال 2013 بود. این قرارداد آخرین بار با 3 دلار و 67 سنت معادل 3.2% افزایش به 116 دلار و 60 سنت رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا تا مرز 114 دلار و 70 سنت صعود کرد که بالاترین قیمت در 11 سال گذشته بود و آخرین بار با 2 دلار و 41 سنت معادل 2.2% افزایش 113 دلار و 1 سنت بود. گروه بانکی ANZ استرالیا هدف کوتاه مدت برای قیمت نفت را به 125 دلار در هر بشکه افزایش داد و خاطر نشان کرد کمبود عرضه می تواند باعث افزایش بیشتر قیمت ها شود. تشکر از همراهیتان. با خبرهای امروز تا دیداری دیگر، خدایا رو نگهدار.